الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس عقيدة رو از كتاب فقه أكبر إمام أبو حنيفة رحمه الله دوام دهيم درس امروز هدايات و خزلان خدا خزلان یعنی شخص را به حال خود گذاشتن با او یاری نرسانیدن. امام ابو حنیفه رحمه الله می گویند والله تعالی یهدی من یشاء فضلا منه و یدل من یشاء عدلا منه و ادلاله خذلانه و تفسیر الخذلان ان لا یوفق العبد الى ما یرضاه منه وهو عدل منه وكذا عقوبة المخذول على المعصية يعني خداوند متعال هر کس را بخواهد با فضل و احسان خودش هدایت میکند و هر کس را بخواهد با عدل خود گمراه میکند و گمراه کردن او تعالی یعنی خوار کردنش است. تفسیر خاری این است که خداوند به او توفیق کاری نمی دهد که سبب رضایت و خوشنودی او تعالی از او شود و این عین عدالت اوست. همچنین عقاب و مجازات کردن خداوند این انسان خار و ذلیل را در نتیجه گناهانش عین عدالت اوست. دوستان عزیز اکنون بیاید شرح گفته های امام ابو حنیفه را دیده برایم. امام ابو حنیفه در اول گفتند که خداوند متعال هر کس را بخواهد با فضل خودش هدایت می کند. یعنی شخصانی که سزاواری هدایت هستند، در راه حق هستند، آنها را باز خداوند در این راه مستحکم می کند. و در دوام متن امام ابو حنیفه رحمه الله گفتند و هر کس را بخواهد با عدل خود گمراه می کند و گمراه کردن او این خوار کردن یعنی خزلان اوست. معنای خزلان شخص را به حال خود گذاشتن، او را کمک نرسانیدن. به چی سبب؟ به سببی که این شخص خود راه گناه را انتخاب کرده است. به این سبب خداوند چنین شخصان را به حال خود میگذارد، آنها را یاری نمیدهد و این از عدالت پروردگار است. چون وقتی که انسان خودش راهی زلالت و راهی گمراهی را اختیار کرد و خواهش هدایت نداشت، خداوند چنین شخص را در این راه تنها می گذارد. دوستان این به مانند آن است که وقتی که ما یک شخص را دعوت میکنیم به سوی حق، او میگوید که من به دعوت تو کاردار نیستم، من راهی من دیگر است و راهی تو دیگر است. وقتی که ما چنین سخنها را از او میشنویم و میگوییم که او سزاوار هدایت نیست، این چنین الله چنین شخصان را تنها میگذارد، به حال خود میگذارد و آنها در گمراهی خود باز چقورتر میروند. از جهت آن که الله تعالی تنها کسانی را که مستحق و سزاوار گمراهی اند گمراه میکند، چنین کارش عادلانه میباشد. ناعادلانه در حالی میبود که کسی را گمراه بکند که وی لایق گمراهی نبود بلکه سزاوار هدایت باشد. چنان معتقدیم که الله تعالی ظلم را برای خود حرام کرده است و به هیچ یک بنده اش ظلم نمی کند، ولی این بندگانند که بر نفسهای خود ظلم کرده نفسهای خود را سزاوار گمراهی و بدبختی می گردانند. اگر پرسند که گمراه کردن الله از گمراه کردن شیطان چی فرق میکند؟ جواب میگویم که از همه جهت فرق میکند که ما چند نقطه آن را یادآوری میکنیم. یکم، الله تعالی از گمراه شدن بندگانش حذر میکند، گمراهی را دوست نمیدارد و از آن راضی نیست. اما شیطان باشد، گمراهی را دوست میدارد، به سوی آن دعوت می کند و آن را در نظر مردم کاری خوب نشان می دهد. دویم، الله تعالی به گمراهی دعوت و امر نمی کند و تنها شخصانی را گمراه می کند
که سزاواری آن می باشند، اما شیطان همه را دعوت و امر به گمراهی می کند. سیوم، هدایت یافتن یا گمراه کردن بندگان به الله تعالی سود و ضرر ندارد، ولی گمراه شدنشان را شیطان به منفعت خود می داند. چنانه که می دانیم اگر انسانها و جنها گمراه نگردند و به دوزخ نروند، در آن چاهی بسیار بزرگ پر از آتش شیطان تنها و تار جاویدان می ماند. به این سبب شیطان می خواهد که بسیار شخصان را و جنها را به دوزخ برد. چهارم، شیطان به وسوسه و مکر و دروغ مردم را گمراه می سازد. اما گمراه کردن الله این مدد نکردن او تعالی می باشد. هر کی را الله تعالی سزاوار گمراهی می داند برای آن مددش نمی کند و از برای راه راست را یافتن توفیقش نمی دهد. در نتیجه آن بنده در چنین حالت به مرغی بی پر و بال مبدل می گردد و لقمه شیطان می شود که او بنده را گمراه می کند و همراه خود به دوزخ می برد. تا زمانی الله تعالی بنده اش را مدد می کند، شیطان به وی نزدیک شدن نمی تواند. خلاصه مراد از گمراه کردن الله مدد نکردن و توفیق ندادن او تعالی می باشد که آن سبب گمراهی بنده می شود. از این رو دوستان عزیز، کسی یک ذره ایمان دارد الله را فراموش نکند تا الله وی را نیز به فراموشی نسپارد و لقمه شیطان نسازد. دوستان عزیز، خلاصه درس این است: هر شخصانی که از ذکر و یاد خداوند غافلند، خداوند را ذکر نمی کنند، دعا نمی کنند، راهی راست را انتخاب نکرده اند، برای کج می روند، برای گناه می روند، خداوند چنین شخصان را بی نصرت، بی یاری می گذارد، یعنی خیزلان می کند آنها را. و شخصانی که همه وقت در راهی راستن، هدایت را از خداوند می طلبن، با ذکر و یاد خداوند هستن، نمازهای خود را می گذارن، خداوند این شخصان را همه وقت در راهی راست هدایت می کند. دوستان عزیز، وقتی که ما سوره فاتحه را هر روز در نمازها می خونیم، هدایت را از خداوند می طلبیم. ما می گوییم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا ما را برای راست هدایت فرما. این دعایی است که هر روز ما از خداوند می طلبیم و امید داریم که همه وقت خداوند ما را برای راست هدایت می کند. و دعا می کنیم که آن شخصان، آن برادران، آن یار و دوستانی که از راه راست دور هستند، در گمراهی هستند، همه وقت گناه می کنند، دعا می کنیم که خداوند نیز آنها را برای راست هدایت بفرماید. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب اليك. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند.